برام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از شبکه جهانی خورشید خوش آمدید. امروز چهارشنبه سوم میزان سال 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 25 سپتامبر سال 2019 میلادی. در نخست سرخط چند خبر مهم. ادامه کارزارهای انتخاباتی و پایان آن تا ساعت دیگر. نگرانی چهره های سیاسی و جهادی از نتایج پس از انتخابات در کشور. تاکید ترامپ به نابودی گروه های هراس افغان در افغانستان. کمک 348 میلیون دلاری بانک توسعه آسیایی با وزارت مالیه. و هشدار تازه چین به آمریکا. مشروع خبرها. تا 6 ساعت دیگر روند پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری به پایان خواهد رسید و دوره سکوت آغاز خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که سر از 12 امشب نامزدان ریاست جمهوری باید دوره سکوت را رعایت کرده و نیز تمامی بلبوردهای تبلیغاتی خود را جمع‌آوری نمایند. در این حال نزدیک به 72,000 نیروی امنیتی و دفاعی از صبح امروز در مرکزهای رایدهی برای تامین امنیت آن مستقر شدند. از آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا استقرار ده ها هزار نظامی در مرکزهای رایدهی تا 6 ساعت دیگر یعنی ساعت 12 بجه امشب زنگ فرجامین روز پیکارهای دو ماهی انتخابات ریاست جمهوری به صدا در خواهد آمد و پس از آن دوره سکوت برای 48 ساعت یعنی تا روز انتخابات آغاز خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان ریاست جمهوری میخواهد تا دوره سکوت را رعایت کنند. یو موږ له ټولو کاندیدانو نه په کلکه غواړو چې قوانین، لوایح، طرزالعملونه د کمیسیون مراعات او وښیي چې موږ په ټولو قوانینو ته احترام لرو او هغه تعهد چې کمیسیون سره کړی دی هغې په اساس باندې باید په خپل تعهد ودرېږي. همزمان با این کمیته رسانه های این نهاد نیز از نامزدان می خواهد تا سر از 12 بجه امشب تمامی بلبورد های تبلیغاتی خود را جمع‌آوری نمایند. در غیر آن جریمه خواهند شد. بعد از 12 شب موجودیت از این در شهر داخل شهر و بیرون از شهر در واقع کمپاین غیر مستقیم پنداشته می شه و از طرف دیگر احترام بگذارند برای زیبایی های طبیعی شهر. از ساعت 7 صبح امروز نزدیک به 72,000 نیروی امنیتی برای تامین امنیت مرکزهای رایدهی در روز انتخابات مستقر شدند. این نیروها قرار است 4,942 مرکز رایدهی را در سرتاسر افغانستان تامین امنیت نمایند و از 20 تا 30,000 نیروی امنیتی دیگر در حالت آماده باش قرار خواهند داشت. تمام تدابیر لازم را در 34 ولایت کشور به مراکز رایدهی، دفاتر کمیسیون های محترم انتخابات و شکایات و گدام هایشان گرفتن. گفته می شود از 11,000 محل رایدهی بانوان در نزدیک به 1,450 محل آن که 21 ولایت می شود کارمندان زن استخدام نشدند و قرار است از مردان سال خورده استفاده نمایند. این نهاد پیامی به تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دارد. ما اطمینان میتیم که آرای تکراری، آرای نیابتی و یا در گذشته که اتفاق افتاده بود که صندوقا پر میشد از ورقا، اینا کاملا این بار اول صورت نمیگیره. اگر هم صورت بگیره یک انرژی است که مصرف میشه و اینا قطعا حساب نمیشه. با این همه قرار است ششم میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. اما پیش از این سفارت امریکا در کابل از امنیت انتخابات در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از نهادهای امنیتی و کمیسیونهای انتخاباتی خواست برای تامین انتخابات شفاف و مسئول تلاشهای همه‌جانبه به خرج دهند. امرالله صالح از پیوستن عطا محمد نور والی پیشین بلخ به دسته انتخاباتی دولتساز خبر می‌دهد. معاون نخست دسته انتخاباتی دولتساز می‌افزاید که مذاکرات انجام شده و تمام افراد وابسته به عطا محمد نور والی پیشین بلخ به دسته انتخاباتی دولت ساز پیوستند. این دسته انتخاباتی تاکید می کند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بزرگترین تهاجم سیاسی در برابر خشونت های جاری در کشور است.
در آخرین روز کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری، امرالله صالح معاون نخست دسته انتخاباتی دولتساز در نشستی میگوید مذاکرات انجام شده و تمام افراد وابسته به عطا محمد نور والی پیشین بلخ به دسته انتخاباتی دولتساز پیوسته است. پیوستم. دیگه چیز فکر نمی کنم که باقی مانده باشه و امروز هم استاد عطا محمد والی بلخ یک اعلامیه داده بود، یک اشاره در آخر اعلامیه خود کرده بود که حرفشی بود که به طرف دولتساز بره. دیگه تا جایی که من معلومات دارم اون طرف پیوسته ایسو. دیگه شک و ابهام وجود نداره. اما عطا محمد نور گفته است که وی از هیچ نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت نمی کند. وی از هوادارانش خواسته است هر نامزد را که می پسندند انتخاب نمایند. او همچنان در آگهی‌نامه افزوده است که آزموده را آزمودن خطاست. دسته انتخاباتی دولتساز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بزرگترین تهاجم سیاسی در برابر خشونت‌های جاری در کشور می داند. اصاره مبارزه یک قرنه شروع از مشروطه خواهی تا امروز امی انتخابات است و در حقیقت رفتن به انتخابات ارج گذاری به خون قربانی های ماست. افسون بر این قرار بود محمد اشرف غنی رهبر دسته انتخاباتی دولتساز اینجا در ورزشگاه کابل در میان هوادارانش سخنرانی کند، اما به دلایل نامعلوم وی در این همایش اشتراک نکرد. در واپسین روز کارزارهای انتخاباتی قرار بود تکت انتخاباتی دولتساز امروز در اینجا در استادیوم کابل همایش را برگزار بکنه. در حالی که این همایش سرد بود، رهبر تکت انتخاباتی دولتساز در این مراسم اشتراک نکرد و این محفل همچنان سرد به پایان رسید. شما نسل تغییر دهنده هستین که امروز تصمیم میگیرین و فردا سرنوشت ملت افغانستان را تعیین میکنین. این همه در حالی است که قرار است تا دو روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین و شماره از چهره های سیاسی و جهادی کشور صلح را در کشور نیاز جدی دانسته و تاکید میکنند که برای مردم افغانستان صلح اولویت دارد. یونس قانونی معاون نخست رئیس جمهوری پیشین نیز با اشاره به انتخابات پیشرو میگوید در صورت انجام تقلب در این انتخابات و رفتن کشور به بحران، آنها برای بیرون رفت از این بحران طرح را عملی خواهند کرد. احمد شکیب محمدی. حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین، یونس قانونی معاون نخست رئیس جمهوری پیشین، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، محمد اسماعیل رهبر پیشین جهادی، سید حامد گیلانی رهبر محاذ ملی اسلامی افغانستان و شمار دیگر از سیاستگران در نشست در کابل صلح را یک نیاز جدی در کشور دانسته و از طالبان می خواهند که با افغانها وارد مذاکره شوند. طالب ها، تحریک طالب ها، بیاین با مردم خود صحبت کنین، با خارجا صحبت میکنین بکنین، ولی صلح اصلی و نشست اصلی باید با مردم خودتان باشه. تحریک طالبان، شما میگین که ما با اشغالگرای افغانستان میجنگیم، شما میگین ما با خارجی ها میجنگیم. یکی از توجیهاتتان هم حضور جامعه بین المللی در افغانستان میدانیم، اما ما میخواییم همی صداقتتان در عمل هم روشن شود. اگر شما با اینا مخالف هستید، با افغانهای خودتان چرا وارد مذاکره نمیشه؟ یونس قانونی معاون نخست رئیس جمهوری پیشین با توجه به انتخابات پیشرو میگوید که آنان مخالف برگزاری انتخابات نیستند، اما انتخاباتی که به گفته وی شفاف و قابل پذیرش مردم باشد. وی تصریح میکند در صورت رفتن انتخابات به بحران، آنها برای بیرون رفت از این بحران طرح را عملی خواهند ساخت. اگر خدای ناخواسته بحران ایجاد شد، مردم افغانستان بدانند که جمعی از خواهران و برادرانشان بر نجات مردم و کشورشان کمر بستند، جز بحران نیستند، میخواهند برای کشورشان خدمت بکنند. پس بیاین همه ای ما قدمای عملی برداریم. صحبت ها بسیار خوشرو گفته میشه، بحث ها بسیار صورت میگیره، نشست ها واقعا بسیار صورت میگیره. خب این هم قبول میکنیم که هر چیز بسیار بسادگی و یکبارگی ممکن نیست که عملی شود، ولی بالاخره از یک نقطه آغازش بکنیم و تا یک جایی باید برسانیم. در این نشست
گفته های گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر رفتن به سنگر در صورت انجام تقلب در انتخابات نیز با واکنش های روبرو می شود. دیروز میشنویم که ادعی میگن که اگر انتخابات به درست صورت نگیره ما به کو بالا میشیم. بیشتر از این چی میخوای باشه؟ اعلان جنگ ادعی کردم چی سریعتر چی خواهد بود؟ انتخابات خویا وصل دی چپا آقا که ده اکثریت و ده اقلیت مثلا معلومه بی او بل تمثیل ده ولوسون و ده اراده نوکی. اما سخنگوی رئیس جمهور غنی در واکنش به این اظهارات سیاستگران کشور در تویترش نگاشته است که تداوم نظام مردم سالار به برگزاری انتخابات در روشنایی قانون اساسی کشور وابسته بوده و سیاستگران به جای ابراز نگرانی و تردید با تشویق مردم به رای دادن نقش محوری خود را در روند ملی و صیانت از قانون اساسی کشور انجام دهند. رئیس جمهوری آمریکا در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورش در صدد جنگ بی پایان در افغانستان نیست و در همکاری با افغانستان در تلاش نابودی هراس افغانان تلاش میکنند. اما آگاهان سیاسی میگویند که بحران افغانستان راه حل جز گفتگوهای میان افغانی ندارد. 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد موضوع جنگ و صلح افغانستان بر این نشست نیز سایه افکنده بود. به گونه ای که بزرگترین شریک راهبرد افغانستان رئیس جمهوری آمریکا در مورد آن چنین گفت: متاسفانه طالبان به حمله های وحشیانه خود ادامه داده اند. ما با کار کردن با ائتلافی از شرکای افغانستانی خود ادامه می دهیم تا بتوانیم هراس افغانی را نابود کنیم. ما هرگز از تلاش برای تبدیل کردن صلح به یک واقعیت دست نخواهیم کشید. رئیس جمهور ترامپ پس از 9 دور گفتگوهای صلح با طالبان را متوقف کرد، اما در اینجا او پیام دیگری دارد. پیام ما در سراسر جهان روشن است. هدف ما رفتن به جنگ‌های بی‌پایان نیست. با حفظ همین هدف، اداره من در آرزوی آینده بهتر برای افغانستان است. سخنی که خیلی ها از آن ستایش می کنند. من گوید سول نبول لار ندارو. دی خبرو نبغیر چه افغانان سر کینو خپل سر منظور که وقت سر اونه جنگو یو دی بل خبری تا احترام اونه کو دی آغا نظر کخی دی خی رواخلو که نقص بکی آغا و تقینات ورکو. پس از امریکا حکومت افغانستان نیز گفتگوهای صلح را متوقف کرد، اما بارها بر این است که هم حکومت و هم امریکا باید دوباره گفتگوها را از سر گیرند. پد امریکای په متحده ایالات باندې غکو چې د افغانستان روانه جګړه دا ګټون کوي بلون کې نه لري قانون نسل کال نور هم دوی جنگ وکي هر طرف دا جګړه ګټون کوي بلون کې نه لري. این سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن بیان می شود که وی 2 هفته پیش در توییتی گفتگوهای صلح را متوقف کرد و پس از آن نیز چندین بار تکرار کرد که گفتگوها با طالبان دیگر مرده است. باشندگان ولسوالی های هفگانه کهدامن به رهبری میر امان الله گذر رئیس شورای اجتماعی مردم کهدامن و عضو مجلس نمایندگان پشتیبانیشان را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند. باشندگان ولسوالی های هفتگانه کهدامن بر رهبری شورای اجتماعی مردم کهدامن در گرد همایی پشتیبانیشان را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند. نشست های مکرر و بالاخره دوستا و قماندان صاحبا و ملک صاحبا و کلان های قوم همه به این نتیجه رسیدیم که ما از کسی حمایت بکنیم که واقعا به درد ملت و مردم کهدامن ملهم گذاشته بتانه. ما به خاطر رضای خدا، به خاطر کلمه مقدس جهاد، به خاطر کلمه مقدس مقاومت ما رهبر این گروه هستیم. از سوی هم شمار دیگر از باشندگان ولسوالی های هفتگانه کهدامن در وضعیت کنونی هدف از پشتیبانیشان از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله را اینگونه بیان می کنند: امروز باید از حق رأیتون استفاده عظمی بکنین و برین به صندوق های رأی به کاندید مورد نظرتون رأی بدین. متحدانه
کار عظمی بکنین و برین به صندوق های رای با کاندید مورد نظرتون رای بدین. متحدانه با یک صدا از تیم اصلاحات همگرایی که برابری جناب محترم دکتر صاحب عبدالله عبدالله است حمایت خود را اعلان میکنه. این در حال است که عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری همایش انتخاباتی را امروز نیز در ولایت بامیان برگزار کرده بود. و حالا وقفه کوتاه. ادامه خبرها. نبود فرهنگ بیمه بزرگترین دشواری در برابر جلب سرمایه گذاری ها در بخش صنایع دانسته می شود. صاحبان صنایع می گویند که کارخانه داران از سال 2002 میلادی تا اکنون بیش از $1 میلیارد در رویدادهای هراس افکنانه آسیب دیدند، اما به دلیل نبود برنامه های منظم بیمه نتوانستند که دوباره کاربارشان را رونق دهند. بانک توسعه آسیایی بیش از $348 میلیون را به وزارت مالیه کمک کرد. سرپرست وزارت مالیه می گوید که این کمک ها قرار است در توسعه بند آبی دهله، ساخت کانال های آبی، افزایش تولید برق و همچنان ساخت 9.6 کیلومتر جاده در اطراف این بند آبی در ولایت قندهار هزینه شود. بانک توسعه آسیایی امروز قرارداد کمک بدون بازپرداخت $348.78 میلیون آمریکایی را با وزارت مالی امضا کرد. این کمک ها قرار است در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه روستاها در ولسوالی دهله قندهار هزینه شود و نیز ظرفیت ذخیره سازی و بند آب دهله در این ولایت از 288 میلیون متر مکعب آب به 782 میلیون متر مکعب آب افزایش یابد. با تطبیق این پروژه ظرفیت بند دهله در ولایت قندهار از 228 میلیون متر مکعب آب و 782 میلیون متر مکعب آب افزایش یافته و زمین های زراعتی همجوار آن از لحاظ آبیاری تامین و بعض و باعث افزایش ظرفیت های و مدیریت استفاده آب در منابع آبی ما خواهد بود. کرنیز زکیز یه وقتی از ذره مقدار تا لوریک او پایین زمان که اگر مکانیزم نو او هر سیستمون دی آبیاری چی پدیجی که تدبیر کیگی اگر دې سبب کېږي چې 10% تولید زراعت هم لوړ لاړ شي، نو که چیرې موږ دا 10% دې سره ونیسو نو په حقیقت کې 1.5 لک جربه مځکې ته رسیږي حاصلات. از سوی هم مسئولان بانک توسعه آسیایی در کابل میگویند این نهاد در بخش مدیریت منابع آبی، تولید برق و عملی شدن پروژه های بزرگ اقتصادی حکومت افغانستان را همکاری مالی دراز مدت خواهد کرد. کمک بدون بازپرداخت امروز تعهد بلند مدت بانک توسعه آسیایی را برای کمک به بهبود زندگی افغانها از طریق ساخت زیربناهای مورد نیاز تایید می کند. این پروژه به بهبود موثریت کشاورزی افغانستان، مدیریت منابع آب، تولید انرژی و چشمانداز رشد اقتصاد کمک خواهد کرد. بند دهله قندهار دومین بند آبی بزرگ در افغانستان دانسته می شود که هم اکنون نزدیک به 70,000 هکتار زمین کشاورزی را در ولسوالی ارغنداب و شهر قندهار زیر پوشش آبیاری دارد. این بند در 34 کیلومتری شمال شرق شهر قندهار بر فراز دریای ارغنداب واقع شده است. و حالا نرخ اسعار. نگاه به رویدادهای جهان. وزیر خارجه چین هشدار می‌دهد که آمریکا باید استقلال کشورش را احترام کند. با گزارش خبرگزاری یوترس ونگ یه وزیر خارجه چین با اشاره به جنگ بازرگانی میان کشورش و آمریکا گفت که چین به هیچ قدرت مشمول فشارهای بازرگانی آمریکا سر فرود نخواهد آورد. او که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می‌زد افزود که دو کشور باید برای منافع مشترک خود همکاری کنند و جنگ بازرگانی برای هیچ یک سود در پای نخواهد داشت. ایران گفته است در صورتی که آمریکا به توافقنامه جامع هسته‌ای موسوم به برجام برگردد، کشورش تغییرات احتمالی در این توافقنامه را خواهد پذیرفت. با گزارش خبرگزاری یوترس، رئیس جمهوری آمریکا 2 سال پیش
به گونه یک جانبه از این توافقنامه شش جانبه خارج شد و تحریم‌های خود بر ایران را از سر گرفت. مقام‌های ایران گفتند که رئیس جمهوری آن کشور پیشنهادهای برای آوردن تعدیلات در این توافقنامه دارد تا قناعت آمریکا را نیز فراهم کند. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا نیز از گفتگو برای حل منازعه هسته‌ای ایران استقبال کرده است. کار محاکمه مخالفان ضد حکومت محلی در هنگ کنگ امروز در دادگاه در این شهر بازرگانی آغاز شد. با گزارش خبرگزاری رویترز احتمال می‌رود که در جریان چند روز فعالیت این دادگاه ده‌ها معترضی که در چند ماه پسین بازداشت شده‌اند به اتهام اغتشاش بر ضد حکومت محاکمه شده و روانه زندان شوند. پس از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در هنگ کنگ که دست کم 4 ماه پیش آغاز شد، این نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان است. گروه‌های حقوق بشری گفتند که تمام بازداشت شدگان شهروندان عادی هنگ کنگ هستند. ممنون از اینکه تا این دم ما را همراهی کردین. خدا نگهدار. شب بخیر.